مشکل همینجاست. مشکل اینجاست که وقتی که اختیار در بخش سراییدن به دست یک نفر میفته و این شخص منفک از تمام جماعت میخواد این قسمت رو هدایت بکنه. نکته خیلی مهمه اشاره کردی. ما اصلا تمام فرقه های مسیح رو هم که نگاه میکنیم، ابعاد مختلف رو که هر کدومش هم زیبان هستن، در مسائل مختلف تاکید میکنن، ابعاد مختلفی از ذات خدا رو دارن روش تکیه میکنن، حقایق مختلف کلام خدا رو دارن بیشتر پررنگتر ارائه میدن. توی بخش پرستش هم ما یک کار همگانی میکنیم، یک کار دست جمعیه، یک کار جماعتیه. واعظ و کسی که داره بخش سراییدن رو و خوندن رو و قسمت‌های مختلف خدمت‌های متفاوتی ممکن هر کلیسایی بنابر اعضاش و قابلیت‌هاش داشته باشه، اینا همه با هم در یک هماهنگی و هارمونی همگونی خاصی عمل می‌کنه. شما نمی‌چینید بگید من حالا این امروز حالم امروز مقدار احساس خوبی ندارم، مقدار دردناکم، حالا مشکل دارم توی خونه، می‌خوام سرودای امروز رو غمناک مثلا انتخاب بکنم و جهت اصلا احساسی جماعت رو هم به یه جایی ببرم که خودم بیشتر مایلم. کاملا این هماهنگی باید وجود داشته باشه. به خاطر همینه که کار کلیسا کار تک نفری نیست. حتی کار رهبری در سطح رهبری کلیسا هم به نظر من شخصا فکر کنم شما دوستانم موافق هستید، کار یک نفری و تک شبانی نیست. کتاب مقدس کار تک رهبری رو به ما تعلیم نمیده. ما یک سیستم مشایخی داریم، سیستمی که با هم کار میکنن، رهبرانی که با هم در کنار هم از مشاوره یکدیگر کمک میگیرن. اینه که ما بخوایم یک نفر رو جدا بکنیم و بخوایم بگیم که شما این رهبری این بخش رو به عهده، شما رهبر پرستش هستید، هر سرودی که میخوای شما عطای این خاص این قسمت رو دارید دیگه، هیچ کسی مثل شما نمیتونه بهتر از هر کسی انجام بده. خودت سرودها رو انتخاب بکن، موسیقی گروه بند خودت هم تشکیل بده و بیا خودت هدایت بکن این بخش رو. خب مسلما برابر شخصیت و سلیقه و روحیه و حالات شخص کلیسا داره این قسمت سرایدن رو به پیش میبره که خیلی وقتا مثلا این بخش خیلی منفک از قسمت پرستش، قسمت موعظش، یعنی اصلا به هم ربط نداره. واعظ یه چیز دیگه ای رو موعظه میکنه، پرست حالا در مورد به قول شما در مورد گناه و اشتباهات و کوتاهی های ما صحبت میکنه، در این بخش در مورد ظفر صحبت میکنه، در مورد پیروزی صحبت میکنه. یعنی یک هماهنگی و انسجامی باید توی کلیسا وجود داشته باشه که این سیستم فکر کردن این رو مخدوش میکنه. من می‌خواستم چیزی بگم. من سه تا مسئله رو صحبت، حداقل نظر شخصی خودم، سه تا مسئله هست. یک، خود شخص. دو، در واقع جماعت مقدسین توسط روح خدا. و سه، کشیش کلیسا هست. من فکر می‌کنم در واقع بودن یک شخصی اون بالا برای جهت دادن به نوع سراییدن برمیگرده به بخش دوم که صحبت هماهنگ روح خدا هست که در اون فرهنگ کار میکنه. با این چی رو دارم تاکید میکنم؟ که شخصی که میره اون بالا در موزیک و در اون خوندن قوم خدا رو جهت بده، تنها دلیلی که اونجاست و تنها شکلی که داره این کار انجام میده با آوردن فرهنگ و یکی کردن قوم خدا با خدا، نه به این معنی که واسطه باشه، بلکه اونها رو درک بکنه، موعظه و کلام خدا رو بفهمه و بتونه تمام اینها رو در پرستش جهت بده. بیشتر شاید تاکید روی بود موزیک و همگونی موزیک هست. بیشتر بخیر یک کسی باید این تیم پرستش، اون تیم سرایندگان رو در کنار هم قرار بده، بگه چه آهنگی چه سازی بیاد و چگونه خونده بشه. و بیشتر شاید بوده همخونی داره و هماهنگ کردن موزیک رو داره در خودش. حالا من فکرم اتفاقی که میفته این هست که شخصی که اون بالا میسته، به جای اینکه من اینجوری برداشت میکنم، هر وقتی کسی اون بالا میسته مردم متوجه و متمرکز اون شخص میشن. حالا اون شخص اگه گناهکار باشه، طرف اصلا نمیخواد دیگه پایین پرستش بکنه. اگه اون شخص خیلی خوب پرستش میکنه، او این شخص روح خدا رو میاره. ما بلا فاصله کسی که میره بالا رو یا دیمنایز میکنیم، یعنی میگیم تو پلیدی شومی بیا پایین، یا خداش میکنیم. این شخص چنان روح خدا رو داره که فقط خدا از طریق این شخص پرستش ما رو انجام میده. من نظر شخصی و ترجیح شخصی اینه که رهبر پرستش اون بالا نباشه. رهبر شخصی رهبر پرستش بین مردم باشه، یا اون پشت با تیم سرایندگان و نوازندگان باشه. من یک سوالی دارم، این رو حتی در پشت صحنه با هم بحث کردیم. به نظر شما کلمه رهبر پرستش رو که این دیدگاه رو به جماعت میده که این شخص یک شخص متفاوتی رهبر پرستشه، یا اگر
این فرهنگ سازی بشه یا اصلاح بشه افکار مردم در جامعه، فرقی نمیکنه که چه اسمی به اون شخص مشکل داده بشه. فقط به نظر من این واژه رهبر نیست. من فکر کنم فاکتورهای خیلی زیادی دیگه هم هستش که این نوع طرز تفکر رو توی جامعه ما ایجاد کرده که فلان رهبر پرستش اگر بیاد جماعت رو به حضور خدا آتیش از آسمان میاد. من یادم خیلی دیگه توی جماعت های خودمون هست، فلانی رهبر پرستش عالیه، هر وقت میاد روح خدا میریزه، فلانی یه مقدار خشکه، وقتی دعا میکنه روح نمیاد پای. اصلا کتاب مقدسی نیست. این اصلا به نظر من یک پشت دستی به پیغام انجیله. پیغام انجیل میگه عیسی مسیح آمده، متوسطی است که بین ما و خدا قرار گرفته و ما به همه به اندازه یکدیگر یکسان به حضور خدا حاضر هستیم. رهبر پرستش دیگه کار کهانت نمیکنه. رهبر پرستش دیگه دست ما رو دست خدا نمیذاره. رهبر پرستش این هماهنگی رو ایجاد میکنه که با همه با هم حضور خدا بریم. نه اینکه این رهبر پرستش، من یالمه، یعنی من اینا اصلا نمیفهمم، اینا اصلا نمیدونم از کجای کتاب مقدس در آوردن، از چجوری همچین تعالیمی رو دادن. و متاسفانه خب وقتی که از بالای منبر اینها موعظه میشه، مردم هم که مردم عادی، بعضیا شاید اونقدر مطالعات کافی نداشته باشن و هر چیزی اعتماد میکنن و این اعتماد بعضی وقتا سوء استفاده میشه که این سرود رو با من بخونید، چند بار بگید هللویا هللویا، این سبک خواندن باعث میشه که روح خدا بیشتر بریزه. یه بار من توی جلسه داشتم میشینم، میگفت اون شخصی که داشت رهبری اون سرای نگار رو به عهده میگرفت، میگفت با هم بگید هللویا هللویا، 10-15 بار بگید هللویا هللویا، همینجور روح خدا خواهد ریخت. بعد من گفتم از کجا، یعنی من این از کجا همچین داستانی در من. و حالا من شخصا خیلی ناراحت میشم، معمولا تو اون جمع نمیتونم بایستم وقتی ببینم همچین تفکر اشتباهی رو دارم به مردم ارائه میدم. ما به حضور خدا با همه به یک روح یکسان نوشانیده شدیم، به حضور خدا همه یکسان دخول داریم. رهبر پرستش کسی هستش که این هماهنگی ورود به حضور خدا رو به عهده داره و کمک میکنه که همه با هم یکسان، یک دست، یک پارچه به حضور خدا بریم. کمک بکنه که از این گله به قول معروف کج نره، بتونیم متمرکز بشیم. کمک میکنه که تمرکز ما به جاهای دیگه نره، در واقع یک نظمی رو ایجاد میکنه. و این خطر هم ایجاد میکنه که اگر ما خیلی متوسل باشیم به اون به اصطلاح رهبر پرستش، ما یک ضعفی در پرستش های شخصی خودمون خواهیم دید، چون اون شخص اونجا نخواهد بود و معیار ما برای اینکه پرستش ما یک پرستش واقعیه و روح رو دریافت میکنیم چه خواهد بود؟ آیا باز هم در پرستش های شخصی پس یک واسطی ما نیاز داریم و یا ایرادی در اون پرستش های ما هست یا ضعیف‌تر هست از اون پرستشی که در جماعت توسط رهبر پرستش هدایت میشه؟ من واقعا فکر نظر شخصی میپرس، من واقعا فکر میکنم پرستش قبل از موعظه خیلی کمک نکرده به درک درست ما از پرستش. من نگاه میکنم اینم رهبرهای پرستشی که میرن بالا چون میخوان متمرکز کنن قوم خدا رو روی یک بخشی از پرستش، شروع میکنن آیات کلام خدا رو خوندن، مثلا 10 تا آیه میخونن، بعد 2 تا داستان میگن، 2 تا شهادت میگن، بعد شروع میکنن سرود خوندن. بعد وسطش کلیپ تبلیغاتی پخش میشه، بعد سی دی فلان فروخته میشه مال فلان خواننده مسیحی، بعد اصلا من گم میشم، میگم خب پس من فکر کنم من میخوام الان بسرایم و خدا رو در برای پرستش خودم از نوع سراییدن برم به حضور خدا. الان انقدر چیزهای مختلف وارد شد که من دیگه نمیدونم رو چی تمرکز بکنم، همه چی اومد کنار هم. من فکر میکنم وقتی موعظه انجام میشه و یک هدف میده به پرستش، پرستش در کنار اون فقط میاد و شروع میکنه با خواندن و با جلال دادن به خدا. و حالا بعدا شاید یه برنامه صحبت کنیم که چقدر آهنگا و سرودهای پرستشی ما مثلا مربوط به جلال خدا نیست، خیلی وقت مربوط به خود ماست. خدای من، خدای نیاز من، خدای برکت ندهی، مثلا فقط منم، اصلا نمیرم، من همینجا فقط برکت رو به من بدی. یه وقتی تمرکز برای من، نظر شخصی من، انقدر روی منه که اصلا پرستش خدا نیست، پرستش خدا یه که به من میده یا نمیده. درسته، بر همین این اشتباه ایجاد میشه که این پرستش خیلی با قلب من صحبت نکرد، چون انگار اون نیاز ذهنی و فکری و حضور خدا نبود، بله ارضا نکرد. پس یک مشکلی در اون رهبر پرستش بود که نتونست منو سوق بده به اون سمت. مشکل خودمونی، مشکل اینه که درک درست و صحیح از پرستش نداریم. مشکل اینه که یک شخص رو از یک جایگاهی که همه با هم یکسان هستیم به یک جایگاهی در اعلی علیین قرار میدیم، جایی که اصلا شایسته انسان نیست. و من فکر میکنم گاهی اوقات اینجور تفکرات باعث بت پرستی میشه.
مارتین لوتر و اصلاحگران بت زدایی کردن، تندیس ها رو بردن، ولی متاسفانه کم کم ما این تندیس ها رو که بردیم انسان ها رو جاش گذاشتیم و داریم. در چقدر من دیدم کلام آقای، ببینید همیشه این انتظام، این تعادل باید رعایت بشه. کلام خدا میگه احترام بگذارید، احترام باید گذاشته بشه، ولی پرستش میگه نکنید. فروتن باشید، کمک بکنید، کارهایی رو که میکنن ازش قدردانی بکنید، ولی جایگاه انسان رو ما فراموش نکنیم. بله نیاز هست که پیش کشیشان بریم و دعا بکنیم، کلام خدا این رو به ما تعلیم میده. پیش رهبران کلیسا بریم اعتراف بکنیم. این سیستم رهبری سیستم کتاب مقدسی است، ولی دیگه جاها رو، دیگه این خطا رو ما گم نکنیم. حد و مرزهایی رو که خدا برای ما قرار داده رو مشخص کنیم، تعادل رو گم نکنیم. توی نکنیم که طرف فلان واعظ داره و از فلان شهر میاد، این به من دست بزنه، من اصلا هم بیزنس هم میگیره هم مریضی شفا پیدا میکنه. و حالا بعد مینم بارها شد، البته توی جماعت آمریکایی من اینو زیاد دیدم، طرف دو تا هول هم میده، کمر دردم طرف میگیره و درد بر درد افسونو میره و مشکلاتش هم حل نمیشه. به خاطر اینکه ما احترامی رو که تنها شایسته خداست، جلالی رو که تنها شایسته خداست، روح خداست که داره بین ما کار میکنه رو به یک انسانی میدیم که او هم به همان اندازه‌ای که من نیازمند هستم به روح خدا نیازمند است، به همان اندازه‌ای که من گناهکار هستم و خون مسیح قادر تا گناهان من رو بشوره، گناهان او رو هم باید بشوره و او هم نیازمنده. یاد بگیریم که در حضور خدا یکسان بشیم. واسه همین فقط خیلی چند دو دقیقه بیشتر وقت نداریم، این بحث رو تموم کنیم برسیم به بخش سوم یا خصوصیات شخص که حالا میخواد اینطور سراییدن و سرایندگان رو منظم بکنه تا جلال خدا آشکار بشه. به نظر من اول اینه که، حالا خیلی رک میگم، آدم باشه. به چه معنی؟ به این معنی که بابا منم انسانم، منم مشکلات دارم، منم گناهان دارم، منم مثل همه آدمای دیگه هستم. اگر واقعا یه رهبر پسش احساس میکنه اون روز توی شرایطی نیست که بخواد بیاد بالا و اون نظم رو ایجاد بکنه، نیاد، اشکالی نداره. تو انقدر ما جلال دادیم رهبران پرستشمون رو که طرف احساس میکنه الان اگه بره اون بالا همه بهش نگاه میکنن و اگه اشتباه بکنه جماعت خدا از پرستش خدا پرت میشن. اصلا همچین چیزی نیست. من فکر کنم همچین چیزی هست، حرفتون درست ها، ولی میخوام بگم که یک حقیقتی هست که همچین چیزی ما ببینیم. متاسفانه اوقات کلیسای مسیح با این که خودش دلیل، بارها گفتم دلیل وجودش، موجودیتش رحمت خداست، ما این رحمت رو از یاد میبریم. شاید همونی که میگین اگر در گروه باشه این مشکل رو حل بکنه، وقتی در مشارکت باشه یه گروه باشه دیگه یک شخص نمیتونه این احساس رو داشته باشه. ما باید خیلی تعاریف رو از بیخ عوض کنیم. درسته، خیلی چیزها رو اشتباه متوجه و صحبت آدم ما احتیاج به اصلاحات داریم. بله، در صحبت انسان بودن هم همینه، ما هم انسانیم، رهبران پرستش هم انسانن، ما همه داریم رهبر پرستش کار برای هر واژه‌ای که استفاده می‌کنیم، ما همه میایم که در حضور خدا خدا رو پرستش کنیم، محدودیت‌های خودمون رو بشناسیم و قوت خودمون رو هم بشناسیم، بتونیم خدمت خدا رو طوری انجام بدیم خدا جلال. و اما از خصوصیات، کسی که به هر حال در موسیقی میتونه وارد باشه و میتونه اون گروه رو پرستش رو هدایت بکنه، به هر حال یک نظم و ترتیب اونچو که شایسته هست خداوند پرستیده بشه، بهش داده میشه، میتونه جزء خصوصیات یک فردی باشه که میتونه اون قسمت رو هدایت میکنه و نظم بهش میده. یادمون نره این کلیسا یک جماعته، یک گرده همایی مقدس، این همه با هم در هماهنگی هم عمل میکنه و روی خدا این پیوستگی و یک پارچگی رو در ما به وجود میاره. من هیچ وقت به تنهایی و منفرد در کلیسای خداوند کار نمیکنم. وجود من معناش و هویتش از وجود اشکان و جنیفر میگیره. اینه که با هم در کنار همدیگه قرار بگیریم و فکر نکنیم من تافته جدا بافته هستم، همه با هم در این مسیر هستیم، همه گداهایی هستیم که به حضور خدا میریم و تا از او. ولی در نهایت عزیزم و رهبرای پرستش هم دوست داریم. خدا همه شما رو برکت بده. با هم بریم و چند تا ویدیو کلیپ رو با هم ببینیم، برمیگردیم. از این پرسش های بحث انگیز نفس. امیدوارم که دوست داشته باشین، ولی با ما باشید. آمین.